من هیچ وقت یادم نمیره که وقتی خمینی مرد من بچه کوچیک بودم، داشتم این تشییع جنازه رو در تلویزیون تماشا میکردم زنده، و اصلا با تماشای این من داشتم از خجالت، با اینکه بچه کوچیکیم بودم، داشتم آب میشدم. همچین چیزی من تا حالا تو زندگیم ندیده بودم. انگار یه مش زامبی و آدمای وحشی رو، و آدم که نمیتونین بگین، ریخته بودن و داشتن تشییع جنازه این مردی که بیناموس چوندریده رو میکردن. شما برین تمام رهبرهای جنبش‌های مختلف اجتماعی سیاسی دنیا رو، تشییع جنازه‌شون رو نگاه بکنین. برین تشییع جنازه گاندی رو ببینین، الان میتونین برین روی یوتیوب همه رو نگاه کنین. آدم اصلا احساس احترام و وقار میکنه، با اینکه حتی اصلا اگرم ندونین گاندی چیکاره بوده و چیکار کرده، ولی وقتی تشییع جنازه رو میبینین میفهمین که یه آدم بسیار مهم و بزرگی بوده. برین تشییع جنازه نلسون ماندلا رو ببینین، برین تشییع جنازه مارتین لوتر کینگ رو ببینین. اینا همه گرایش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ولی به هر حال کارهای مهم کردن. بعد برین تشییع جنازه مرتیکه مادر جندر رو ببینین. این زامبیای وحشی، اصلا اینا آدم نیستن. همه حمله کرده بودن که مرتیکه مادر جنده جنازه‌شو می‌خواستن از این ور ببرن اون ور. انقدر همه حمله کردن که کیر و خایه و لنگ این جنازه این کسکش افتاده بود بیرون و وسط اینجوری اینجوری، که من اصلا داشتم با وحشتی رو نگاه میکردم. بعد از اون ور یکی آب با از این شیلنگای آب فشار قوی میریختن رو مردم. اصلا یک کثافتکاری بود که آدم نمیفهمه اصلا این چی هست. بعد فکر کن تمام دنیا دارن نگاه میکنن اینو. بعد با هزار بدبختی جنازه این پافیوز رو برداشتن، بالاخره رسوندن اون ور، گذاشتنش تو یخچال. انگار مرتیکه مادر جنده سوسیس کوکتل بندریه. اونجا گذاشتنش توی یخچال، از این یخچالای مثلا انگار یخچال غذاست، مثلا سالاد اولویه است، گذاشتن اونجا با ملافه روش، از زیر دارن بهش هی باد میزنن. انقدر به این باد میزدن این ملافه سفیدم هی تکون میخورد که ما هم وحشت کرده بودیم که وای انقدر به این کسکش باد ندین، باد نزنین، چون این ممکنه دوباره زنده بشه. هیچی، با یک کثافتکاری و آبروریزی مثلا تشییع جنازه رهبر عزیز انقلاب کیریشون بوده. بعد وقت میگن چرا وضع ما اینجوریه. وقتی رهبرتون این باشه، حامی ها و دوروبریاش هم اونا باشن، دیگه پس چی میخواد؟ وضع مملکت میخواد چی باشه؟ همین است که هست. از این بهتر نمیشه. وقتی یک مش آدم وحشیه بی سواد بی فرهنگ دارن توی این مملکت کار میکنن و مملکت رو اداره میکنن. وقتی که این مادر جنده از فرانسه رسید به تهران، خبر مرگش که رفت تو بهشت زهرا که زر بزنه با اون بی سوادی و احمقیش، وقتی که رفت حرف بزنه، طرفدارای خودش انقدر حمله کردن که به این یه تپه ان برن دست این دست بزنن به این مردی که گوه، که یه سری دیگه از طرفداراش مجبور شدن مردم رو عقب چیز بکنن، جلوی مردم رو بگیرن، با غمه افتادن شروع کردن طرفدارای خمینی رو زدن که مردم برن عقب. یعنی شما برید تو دامداری، جاهای متمدن دنیا، تو دامداری برین این کار رو با گوسفندا بکنین، میرین زندان. بعد اینا با خودشون اینجوری رفتار میکنن. انتنصر الله ینصرکم، چون هرچی ملاست جردهیم در قم.